آقای سجاد موقعی نویسی بود یک کناره بله خود از اون بسمه بودیو. ای که بر فیلم شروع میکنن می من بودم و البته حسین مهدویان خودش می نوشت با کمک آقای محسن جعفرزاده که محقق کاراش بوده و تو همه این سالها کنارش بوده دیگه اومدش اونم براش گسترش داستان یعنی شروع میکرد قصه هایی رو براش باز میکرد و پیش و خمه قصه رو میبرد جلو خودش هم شروع میکرد به صحنه پردازی و دیالوگ خودش الان بله خب اینه که واقعا حقیقتا خودش هم ام. نوشته ولی محسن کمکش میکرد و یعنی میخوام بگم بگرد... محسن در چی کمک میکرد ببینید م... مثلا خدمتتون عرض کنم که میگفت مثلا یه قصه برای من بنویس راجب به مائده و میسم مثلا اون سه تا مینوشت گفت خب این خوبه حالا اینو بریم گسترشش بدیم اینو بریم بستش بدیم منم همینطوری کنارشون بودم میخوندم به خاطر اینکه سرعت کار زیاد بود و چیز حیرت انگیزش اینه که حسین تو دو ماه اینو نوشت خیلی, خیلی عجیب بود خیلی عجیب بود اصلا من باور من فکر میکردم مثلا پنج ماه چهار ماه طول بکشه و تون تون می... انقدر یه روزایی مینوشت و این کار رو زیاد انجام داد که دیگه این مچش دستشو میبست <تصفح> منم میشستم میخوندم و دیگه چیزی به نظرم میرسید میگفتم دیگه تو رمان خونده بودی بله من همون هفته اولی که یعنی رمان خوند شدست. گفت میخوام بسازم دیگه من خوندمش با خود نویسندم صحبت کرده بودیم من متاسفانه ندیدمشون ولی خیلی رمانو دوست داشتم به خاطر اینکه احساس کردم یه قصه ای توشه که این الان جامعه اینو دوست داره همه الان دوست دارن پولدارشن حالا نکته جالبش اینه من اینو خوندم بعد حسین به من گفت این میخوام یه همچین قصه ای بسازم راجع به اینکه یه آدمی میخواد رشد کنه بزرگ شه ثروتمند شه از ابعاد خودش میخواد بره جلو و این هر چی که میره بالا بیشتر فرو میره گفتم بله. این برکین بده گفت من ندیدم گفتم میدونم ندیدی حالا تو اینم بسازی <تصفح> کسی باور نمیکنه تو برکین بد ندیدی ولی این برکین بده و به نظر من میگیره درست خودم چون سریال خیلی دوست داشتم سریال خیلی خوبیه اصلا به نظر من خیلی سریال خیلی سریال